که آب پاش می زدن که نقطه‌ای که فشار خیلی زیاد بود، آرام با خودم می گفتم یا حسین، و باور داشتم که او صدای من را می شنود. برای لحظاتی از فشار آب پاش دیگر نمی توانستیم بلند شعار بدهیم. نفرات پشت بلند یا حسین می گفتن، ولی ما که جلو بودیم و مستمر آب پاش بهمون می خورد وضعیت دیگری داشتیم. توی اون لحظات درگیری و هیروگیری همش به یاد خدا و امام حسین افتادم. با خودم می گفتم این آزمایش ما و ما نشان خواهیم داد که تا کجا به عهدمان وفا می کنیم. با تمام وجود فریاد می زدم یا حسین، و به واقع باور داشتم که خدا و امام حسین صدای من را می شنوند. باور داشتم که این تنها سلاح ما. باور داشتم که مجاهد خلق نه با سلاح اسلحه بلکه با ایمانش به جنگ دشمن می روند. این آزمایش ماست و اینجاست که صدق مجاهد به آزمایش کشیده می شود. بله، با دست خالی، فقط با فریاد یا حسین. اهلش هستی یا نه؟ لیسأل صادقین عن صدقهم. اینجاست که صدق صادقین به آزمایش کشیده می شود و من با هر یا حسین به این پرسش با فریاد با تمام وجود جواب مثبت می دادم. تلاش می کردم هر بار می گویم یا حسین بلندتر از قبل باشد، و به چشم دیدم که همین فریاد دشمن را چنان مخور کرده بود که دیگر توان پیش روی نداشتند و علکی چوب و چماغشان را به در ماشین و این برا آن بر می زدند. به چشم دیدم که سلاح ایمان از هر سلاحی بالاتر است. یکی از مزدوران که خیلی وحشی بود به بقیهشون گفت بگذارین من این را بزنم، و کاب را دور دستش پیچان تا من را بزنم. من جلو رفتم و گفتم بیا بزن. واقعا فکر میکردم که بزنم، و او هم میخواست که بزنم، ولی فرماندهش که خودش قبلش داشت بچه ها را میزد جلویش را گرفت و نگذاشت. در آن لحظات به خدا فکر میکردم و مطمئن بودم که او با ماست، و لحظاتی بود سرشار از ایمان. هیچ وقت این میزان اعتقاد و ایمان رو در خودم احساس نکرده بودم. در اینجا سنگباران شروع شد. یک دفعه آسمان پر از سنگ شد. نسیم جلوی خودم سنگ به سرش خورد که با سمیه و بقیه بچه ها بازی میشد. بعدن توی فیلم ها این صحنه را دیدم. درگیری که فروکش کرد، با بچه ها نشسته بودیم و برای همدیگه صحنه ها رو تعریف میکردیم. بعدش که گذشت یاد آیاتی از سوره احزاب افتادم، همون آیات که برادر در شروع سال به ما هدیه کرده و گفت این آیات رو خوب بخونید و از بر کنید. من حفظ کرده بودم، ولی محتوای آیات به خوبی یادم بود. اینکه خدا از نوح، ابراهیم، موسی و عیسی و محمد و از تو یعنی انسان یعنی همه ما عهد گرفت. عهد قلیل، میثاق قلیل. و بعد از صادقین از صدقشان میپرسد، یعنی صدق صادقین به آزمایش کشیده میشود. آنجا که از زمین و هوا و چپ و راست دشمن حمله می کند، چشم ها گرد می شود و قلب ها به هنجره می آید.